حاجی محمد احمد امام مسجدی در اتیوپی بود. در تمام زندگی سعی کردم یه مسلمان متدین باشم. طبق دستور پیغمبر هدف من بنا کردن مساجد و ترویج اسلام بود. به دستور حاجی محمد احمد مأموریت جوانان مسجد شناسایی خانواده های مسیحی بود. وظیفه ما مسلمان ها این بود که با هر قیمتی از رفتن مسیحی ها به کلیسا جلوگیری کنیم و انجیل رو از اونا بگیریم. حتی به یاد دارم یه بار با دشنه به چند تا مسیحی حمله کردیم. تا اینکه یک شب حاجی محمد احمد چیز عجیبی رو تجربه کرد. انگار یه صدایی از بهش به گوشم میرسید که میگفت محمد، محمد، از تاریکی بیرون بیا، از غار بیرون بیا و منو دنبال کن. محمد میدونست که این صدای خدای مسیحیان بود. وقتی خوابش رو برای مادرش تعریف کرد، مادرش با عصبانیت پسرش رو از خونه بیرون انداخت. ولی چون محمد در یک خانواده افراطی مسلمان به دنیا آمده بود، صدای خدا رو گوش نداد. تا اینکه دو مرتبه خواب دیگه ای دید، ولی این دفعه خدا عصبانی بود. صدا به من گفت، محمد، تو این مکان تاریک رو ترک کن و منو دنبال کن. دو مرتبه محمد خواب رو جدی نگرفت و این بار مریض شد. نمیتونستم غذا بخورم، نمیتونستم راه برم یا حتی حرف بزنم. انگار یه بار سنگین منو ناتوان کرده بود. هر بیمارستانی رفتم دکتراش منو جواب کردن. تا اینکه محمد به یاد چند تا میسیونر افتاد که در مورد عیسی مسیح براش توضیح داده بودن. میترسیدم که خانواده و دوستا منو بکشن، ولی با تمام وجود بهشون تماس گرفتم. این میسیونرها در مورد انجیل با من صحبت کردن و منو تشویق کردن. تصمیم گرفتم عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده دریافت کنم. در یک آن تمام امراض از بدنم خارج شدن. محمد این واقعه رو با دیگرون در میون گذاشت. به مادر و دوستام در این مورد صحبت کردم و چند تاشون به مسیح ایمان آوردن. با وجودی که میدونست گناهانش پاک شده، محمد هنوز به خاطر جفایش به مسیحیان احساس گناه میکرد. سعی کردم از همه مسیحیان که میشناختم معذرت‌خواهی کنم تا منو ببخشن. امروز یکی از مسیحیانی که مورد حمله محمد قرار گرفته از دوستان بسیار خوب اوست و هر دو مصمم هستند که پیام محبت و فداکاری مسیح رو در سراسر اتیوپی پخش کنند. هیچ شکی ندارم که عیسی مسیح حقیقته. او آرامش منه، شفای منه، امروز و آینده منه و نجات دهنده منه.